در چند دهه اخیر همواره حکومت آل خلیفه در بحرین به روش‌های مختلفی روی آورده تا بتواند هرچه بیشتر شیعیان این کشور را به حاشیه رانده و آنها را بیش از پیش ضعیف‌تر کند. در جدیدترین اقدام آل خلیفه این حکومت تلاش کرده با رشد جمعیت شیعیان در بحرین مقابله کند. این خبری است که توسط رسانه‌های وابسته به شیعیان بحرین اعلام نشده، بلکه آن را خبرگزاری دویچه وله آلمان اعلام کرده است. گزارش همکارم علی اکبری رو با هم می‌بینیم. بحرین کشوری کوچک در خلیج فارس با جمعیتی نزدیک به 1 میلیون نفر است. نگاهی به ساختار جمعیتی این کشور در نیم قرن اخیر نشان می‌دهد در طول تاریخ شیعیان اکثریت جمعیت بحرین را تشکیل داده‌اند، اما در 4 دهه اخیر آل خلیفه از هر روشی استفاده کرده تا جمعیت شیعیان را در این کشور کم کرده و بر جمعیت اهل تسنن بیفزاید تا با این کار ساختار جمعیتی این کشور را برهم بزند. در همین راستا پایگاه خبری دویچه وله آلمان با انتشار گزارشی با عنوان بحرین بدون احترام به حقوق بشر اعلام کرد وضعیت حقوق بشر در بحرین فاجعه بار است و آل خلیفه تلاش دارد توازن اجتماعی در این کشور را تغییر دهد و با رشد جمعیت شیعیان مقابله کند. این گزارش می‌افزاید سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی تاکید کرده غرب برای حفظ منافع ژئواستراتژیکی و اقتصادی خود به نقض حقوق بشر و تخلفات بی‌توجه است. بحرین می‌خواهد با افتتاح بزرگترین کلیسای کاتولیک در شبه جزیره عربی خود را به عنوان یک کشور باز و مدارا با دین نشان دهد. سلمان حمد خلیفه ولیعهد و نخست وزیر بحرین ادعا کرد که بحرین تلاش می‌کند تا الگویی الهام بخش برای ترویج مدارا باشد. در این گزارش آمده حکومت سنی حاکم در بحرین به سرکوب همه تلاش‌های شهروندان شیعه برای مشارکت در زندگی سیاسی به خصوص از زمان آغاز اعتراضها در سال 2011 میلادی با کمک نیروهای نظامی عربستان و امارات متحده عربی اقدام کرده است. گیدو اشتاینبرگ کارشناس مسائل امور خلیج فارس میگوید یک بخش اساسی از سیاست بحرین تبعیض گسترده ضد شیعیان در این کشور و حذف آنها از زندگی سیاسی و قدرت است. با وجود اینکه آنها 70% از اکثریت جمعیت بحرین را تشکیل می‌دهند. در این گزارش آمده بحرین تلاش کرده با تغییر توازن اجتماعی در این کشور با جمعیت شیعیان مقابله کند. این اقدام با سلب تابعیت شیعیان و تابعیت دادن به سنی‌های کشورهای دیگر انجام می شود. این گزارش به نقل از اشتاینبرگ نوشت حکام می خواهند از شیعیان هیچ تأثیر سیاسی یا دینی وجود نداشته باشد، همان گونه که مساجد شیعیان را در گذشته تخریب کردند. حکام بحرین نیز امروز بیش از 30 مسجد شیعیان را از سال 2011 میلادی تخریب کرده و هیچ اثری از بازسازی وجود ندارد.